سلام دوستان عزیز خوش آمدین به یک ویدیو دیگه ما در این ویدیو یوتیوب یک آپدیت جدید از اقتصاد کلان کل بازار ارزهای دیجیتال بیت کوین و بعضی از آلت ها را برای شما میدم خبرهای خوب و بد مثبت و منفی میکس از اقتصاد کلان مارکت آلت ها را برای شما در این ویدیو یوتیوب جمع کردم تا شما همه چیز در دسترس داشته باشید با خبر باشین که چی در اقتصاد و بازارهای مالی مگذر همه چی داخل جیب شما باشه که وقتی خواستین تصمیم خرید یا فروش بگیرین بتوانین از این ابزارها استفاده کنین فقط چند دقیقه از وقت زیبایتان رو برای ما بدین ویدیو رو تا آخر ببینین قبل از شروع ویدیو مثل همیشه برای حمایت کانال کافی فقط روی دکمه لایک کلیک کنین جدیدین در کانال کانال رو سابسکرایب کنین زنگوله کنارش آل قرار بدین تا هر بار من یک ویدیو جدید در کانال آپلود کردم شما او ویدیو را از دست ندین هم لحظه که من ویدیو رو برای شما میگیرم بیت کوین روی 21800 دلار در ادامه ویدیو دلیل پایین رفتن بیت کوین برای شما توضیح میدم ایتریوم 1546 دلار دارایی کل بازار ارزهای دیجیتال 1.06 تریلیون دلار 4.3 درصد منفی در 24 ساعت گذشته دامنانس بیت کوین فعلا روی 39.6 هستم مالی تریوم 17.5 درصد حد معاملات کل بازار کریپتو 99.2 میلیارد دلار در 24 ساعت گذشته شاخص دلار تقریبا روی همون عدد دیروز هم فعلا روی 103.2 هسته اسنپی روی 4000 رو 81 دلاره در شروع خواستم خیلی خلاصه در مورد وکس صحبت کنم شاید اکثریت شما وکس نشناسین وکس مثل شاخص دلار برای بازارهای مالی کار میکنه زمانی که شاخص یا وکس رشد میکنه و وکس بیشتر با پوینت با امتیاز رشد میکنه یا خلاصه بگم زمانی که شاخص وکس رشد میکنه بازارهای مالی پایین میره و همطوری برعکس خب در چند وقت گذشته شاخص وکس شاخص دلار یک مقدار پایین رفته بود و ما رشد داخل بورس و ارزهای دیجیتال دیدیم و الان اینجا خب یک تحلیل تکنیکالی بر اساس آرسای نشان میده که روند،, روند یا جهت وکس شاید در روزهای پیش رو تغییر کنه یعنی وکس شروع به رشد کنه خب اگر وکس رشد کنه خب اون وقت بازارهای مالی مثل بورس و ارزهای دیجیتال میتونه بره پایین حالا این رشد نکردم منظورم تکنیکال فعلا جهت هموس هم برای ما نشان میده و تکنیکال همیشه وقت روز به روز ساعت به ساعت میتونه تغییر کنه درسته دیگه ببینیم که روزهای پیش روی چی رقم میشه بر اساس بلومبرگ فایننس فعلا پیش بینی تحلیلگران بازارهای مالی هست که سود بانک مرکزی آمریکا در آخر امسال 2023 در دسامبر 2023 روی 4.96 درصده که اگر فد یک بار دیگه سود بانک مرکزی آمریکا را 0.25 25 درصد افزایش بده سود بانک مرکزی آمریکا در مجموع میرسه روی 5 درصد یعنی فعلا پیش بینی تلگران بازارهای مالی است که فد یک بار دیگه سود بانک مرکزی را افزایش میده بعد دیگه افزایش نمیده ولی روی همو 5 درصد نگه میدار تا یک مدتی یا شاید بازم یک بار دیگه افزایش بده اگر تورم بیه پایین حالا خب پیش بینی ها مختلف هستن مونتا پیش بینی تحلیلگران بازارهای مالی برای سود بانک مرکزی آمریکا تا آخر امسال تقریبا 5 درصد و در آپریل 2024 4.47 درصد یعنی از شروع 2024 فد پس دوباره به شروع به کاهش سود بانک مرکزی آمریکا میکنه دیگه خب اینو من فکر میکنم میتونه تغییر کنه به خصوص بعد از هر داده ای که از اقتصاد آمریکا میاید منظورم از داده بازار کار و تورم های مختلف مدیان بیکاری آمریکا از هفته پیش آمد یک مقدار رشد کرده فکر میکنم بعد از مدت ها پس دوباره مدیان بیکاری آمریکا رشد کرده انتظارات برای هفته گذشته 190 هزار نفر بود هفته قبلش روی 183 هزار نفر آمد اما از هفته پیش بالاتر از انتظارات آمد یعنی او مقداری که مارکت پیش بینی می میکرد بیشتر از او الان اشخاص بیشتر از او داخل آمریکای دایی بیکاری داره که میتونه برای بازارهای مالی خوب باشه دیشب بیت کوین رفت زیر هزار دلار دلیلی که بیت کوین رفت زیر 22000 دلار صرافی کراکن اعلام کردن که استیکش آنها بسته میکنه دلیلش هم در ویدیو دیروز یوتیوب اش ما صحبت کردم که ای سی, سی صرافی کراکن زیر بررسی قرار داده بود و شایعاتش الان هست که کلان آمریکا میخواه از همین چون قانون قانونگذاری گذاری کردن استیکینگ داخل کشور آمریکا میگه برای سیاستمداران خیلی چیز پیچیده و سخته سیاستمداران آمریکا میگه کلا از غمش بی غم یعنی بگیره کار یک طرفه کنه استی کردن کلا ممنوع کنه خب تا اینجا این معلوم نیست که آمریکا میخواد کلا استی کردن ارزهای دیجیتال ممنوع کنه یا بعضی پلتفرم هایی که ارائه استی کردن ارزهای دیجیتال میدادن اما به شکل غیر قانونی دیگه ببینیم که روزهای چطوری روزهای پیش چطوره رو چطوری میشه من تا فعلا وضعیت زیاد خوب دیدن نمیشه برای کریپتو قانونگذاران نیویورک آمریکا اما کمپانی که استیبل کوین صرافی بایننس بی یو رو ساخته پکسوس اونا را زیر بررسی قرار دادن و همچنین استیبل کوین یو دی پی یک چیزی نگران کنید که من دیشب در توییتر خواندم آمریکا کوشش میکنه که به نحوه های مختلف ارز دیجیتال تقریبا نابود کنه منظور از نابود یعنی استفادهش برای مردم محدود کنه و واقعا هم داره کار انجام بده و یکی از کارهای دیگه ایره که الان هم دولت آمریکا برنامه داره انجام بده در حال انجام داده نشسته بانکایی که با کریپتو کار میکرده حالا بان... کلا تمام بانکایی که ایرایی خرید در سایت برای مردم میدادن امکان برداره یعنی داخل کشور آمریکا به هیچ بانکی اجازه نده که برای مشتریان خود امکان خرید ارزهای دیجیتال بده مردم یعنی نتونه پول حساب بانکیشان داخل بازار ارزهای دیجیتال حالا داخل صرافی مختلف و های مختلف پلتفرم های مختلف وارد کنه دیگه ای هم فعلا یک چیزی در حد شایعه است ولی خبرایی که هر روز از دولت آمریکا می اصلا شکی نیست کنا در فکر کلا نابود کردن ارزهای دیجیتال ما فکر نمی کنیم ارزهای دیجیتال نابود کنه مون تا تلاششون داخل بازار بورس بیشتر هنوز داخل داخل بازار کریپتو زیاد رواج نشده داخل بازار بورس مدرامل شرکت نمیدونم بنیانگذار شرکت مشاوران شرکت اونها بزرگترین سهامدار شرکت ها هست. درست نه؟ اونا معلومات داخلی داره از وضعیت از وضعیت اقتصاد از وضعیت سهام شرکتشان درآمدشان از همه چی خبر داره خب اونا در موقعات خیلی خوب در موقعات خیلی درست خرید میکنن منظورم خرید های اونا خیلی بهترتر از ما و شما هست حداقل اینجا نشان میده که اینسایدر کورپریت اینسایدر همین اشخاصی مهم یک شرکت میزان خرید اونا الان به یک سطح خیلی پایین هستن خب ما نمیتونیم بگیم که چرا فعلا میزان خرید اونا پایینه میتونه دلیلش باشه که شاید اونا حتی خریدایشان زده باشن خریدایشان کرده باشن الان دیگه فقط منتظر هستن مارکت روش کنه یا نه هنوزم منتظر قیمت های خیلی پایین تر خرید نکرده چیزی بود گفتم با شما هم در اشتراک بگذارم بعد از اینکه صرافی FTX ورشکسته شد خب در کتا مدت تاثیر منفی روی قیمت بیت کوین ارزهای دیجیتال گذاشت منبع خبری کوشش کردن به نحوه های مختلف کلان بازار ارزهای دیجیتال سرکوب کنه اما ورشکستگی صرافی FTX یک چیز تقریبا خوبم برای بیت کوین بود از جمله داده های در آنچین سنتمنت نشان میده که بعد از نوامبر سال گذشته تا الان 260 هزار بیت کوین از صرافی ها خروج داده شده خب اگر بلند مدت ببینیم هرچی کوین های بیت کوین بیرون از صرافی ها باشه بهتر هستن و الان میزان فعالیت روی شبکه بیت کوین رشد خیلی خوب کرده اکتیویتی فعلا روی شبکه بیت کوین زیاده اینجا کمبود نقدینگی کمبود نقدینگی تقریبا زیاد بین قیمتهای بیت کوین بیت کوین بین 20000 و 20700 تا 20200 دلار نقدینگی تقریبا خوب داره برای خرید یعنی اوردر سفارش های خرید تقریبا زیاده و همچنین در این قسمت ها منطقه بین 21.5 هزار تا تقریبا 22 هزار دلار 22 نیم هزار دلار لیکویدیتی خیلی زیاد نیست یعنی پول یا کلا فشار خرید برای بیت کوین کم هستن بیت کوین خیلی راحت میتونه بر قیمت های پایین تر ها ببینه پالیگان ماتیک در حال حاضر یک یک support, یک حمایت خیلی بزرگ در همین نواحی قیمتی برای خودش ساخته 49500 تا از آدرس های پالیگان ماتیک 4 اشاریه بیلیون یا میلیارد از ارزهای متیک به این قیمت 94 سنت تا 1 دلار 11 سنت خرید کرده و خب میتونه یک حمایت خیلی مهم باشه که از کرش ها از پایین رفتن قیمت های متیک جلوگیری کنه یک آپدیت هم از آنچین بیت کوین برای شما بدم بریم روی تایم یک ماه گذشته شاخص سوپیار بعد از مدت ها بعد از تقریبا 28 جانوری برای اولین بار رفت زیر خط سیاه تازه رفته زیر خط سیاه ببینیم که همونجا میمانه یا پس دوباره میای بالا ننگایی که حداقل هزار بیت کوین داره یک کوچی خرید کردن ننگایی که حداقل ده هزار بیت کوین دارن اینا فروختن ننگایی که حداقل 100 تا دا بیت کوین دارن نام کوچک فروختن وارزی ایتریوم داخل صرافی ها تغییر نکردن خروجی بیت کوین از صرافی او همچنان ادامه دارن حتما بردن در اینستاگرام فالو کنه نام اینستاگرام دارم نام یوتیوب مشتاق کپیتال با امیدوار هستم که ویدیو امروز یوتیوب برای شما مفید بوده باشه باید لطف کنید ویدیو را لایک کنید کانال سابسکرایب کنید کامنت بنویسین تا ویدیو بعد بای بای